سلام، خوش اومدین به تازه ترین شماره از روزنامه سرخابی. امشب هم مثل گذشته خبرهای مهم روز رو کنار هم مرور میکنیم. افت پس از فینال آسیا، هتریک پرسپولیس در تساوی، پرسپولیس تهران و سپاهان اصفهان در بازی موفقه از هفته هفتم به مسافه هم رفتن که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید. شیوه تاکتیکی دو تیم در دقایق ابتدایی این بازی نشون از تفکرات کادر فنی پرسپولیس و سپاهان برای انجام بازی فیزیکی و درگیرانه در میونه میدان داشت. پرسپولیس برخلاف بازی‌های قبلی خودش از 6 هافبک تخصصی در این بازی استفاده کرد و بدون مهاجم به مسافه زردپوشان اصفهانی رفت. شاگردان یحیی گل‌محمدی در 7 مسابقه اخیر خودشون در لیگ 20 تنها 2 بار طعم پیروزی رو چشیدند که هر دو هم پیش از فینال لیگ قهرمانان آسیا بوده. بعد از اون روند توقف‌های سریالی سرخپوشان شروع شد تا امروز با ثبت هتریک تساوی‌ها آژیر خطر در اردوی سرخ‌های تهرانی در آستانه دربی به صدا در بیاد. سپاهان با این تساوی 15 امتیازی شد و در رده 5 قرار گرفت و پرسپولیس هم با 11 امتیاز در رده 10 جدول رده‌بندی باقی موند. خط و نشان لک برای آبی‌ها قبل از دربی، در حالی که بسیاری از کارشناسان فوتبال پیش بینی می‌کردند پرسپولیس در بازی خونگی مقابل سپاهان بتونه با کسب 1 پیروزی با روحیه مضاعف به مسافه استقلال بره، اما کار سرخپوشان مقابل حریف سرسخت اصفهانی گره خورد تا پرسپولیس به نتیجه بهتر از تساوی نرسه. اما نکته بسیار امیدوارکننده برای یحیی و هواداران تیم سرخپوش پایتخت درخشش خیره کننده حامد لک بود، ستاره‌ای که در اواخر بازی با چند واکنش دیدنی مانع از فروپاشی دروازه پرسپولیس شد. در دقیقه 86 مسابقه سجاد شهبازاده دروازه پرسپولیس رو هدف گرفت که دروازه‌بان سرخ‌ها با واکنشی عالی توپ رو به کمک تیر دروازه برگشت داد و توپ برگشتی را هم به زیبایی هرچه تمومتر مهار کرد. لک در دقیقه 95 مسابقه هم ضربه خطرناک خلعت‌بری رو گرفت تا یه تنه مانع از شکست خانگی پرسپولیس مقابل سپاهان شه و قبل از دربی برای رقیب آبی پوش درون دروازه خط نشون بکشه. 3 امتیاز با دبل عباس‌زاده در یکی دیگه از بازی‌های حساس امروز لیگ برتر، تیم‌های تراکتور و ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادچهار به مسافه هم رفتند. در نیمه نخست تراکتور با ضربه محمد عباس‌زاده به گل رسید و این نتیجه تا دقیقه 79 باقی موند تا اینکه مارکوویچ کار رو به تساوی کشوند. اما تنها 2 دقیقه بعد عباس‌زاده دوباره گلزنی کرد تا در نهایت تراکتوری‌ها با دبل مهاجم بی‌رحم و قهارشون برنده این مسابقه شد. معماری خیره کننده شجاعی در فولادچهر. نکته جالب در جدل تیم‌های تراکتور و ذوب‌آهن این بود که هر دو گل تراکتور روی پاس گل مسعود شجاعی کاپیتان و سرمربی این تیم به ثمر رسید. شجاعی که بعد از برکناری علیرضا منصوریان همچنان به صورت موقت هدایت تراکتور رو بر عهده داره، در مسابقه حساس امروز با 2 پاس تماشایی خودش نشون داد همه کاره تیم اونه. هم نقش همه بازیکنان در زمین رو تعیین می‌کنه و هم به بهترین شکل ممکن گل می‌سازه. درخشش طعن‌آمیز عباس‌زاده در روزهای کم فروغ مهاجمان پرسپولیس. محمد عباس‌زاده در ابتدای فصل و علی‌رغم میل باطنیش برای حضور مجدد در جمع پرسپولیس، مورد توجه سران سرخ‌های پایتخت پرسپولیس قرار نگرفت تا در نهایت پیراهن تراکتور را برتر کنه. ستاره‌ای که حالا بعد از روزهای خوش شدن چشمه گلزنی مهاجمای پرسپولیس و عملکرد نه چندان درخشان اونها، با تداوم روند گلزنی‌های پیروزی بخش و ارائه بازی‌های درخشان، یه بار دیگه پرسپولیسی‌ها رو از این تصمیم عجولانه برای نخواستنش پشیمون کرده. پرواز پیکان با تارتار. پیکان و نساجی هم امروز در چارچوب هفته 10 به مسافه هم رفتند که این دیدار با نتیجه 2-1 به سود پیکان به پایان رسید. در این دیدار ابتدا اسلامی در دقیقه 6 برای نساجی گلزنی کرد، اما پیکان در نیمه دوم با گل‌های صالحی در دقیقه 55 و حاتمی در دقیقه 84 تونست با خلق یک کامبک با 3 امتیاز کامل از زمین بازی خارج بشه. به این ترتیب روند خوب پیکان در هفته‌های اخیر با هدایت تارتار تداوم یافت. داوری صدای نساجی‌ها را درآورد. پیکان و نساجی از هفته 10 لیگ 20 به مسافه هم رفتند که این دیدار با برتری خودروسازان تهرانی به پایان رسید. جدلی که البته با حواشی زیادی همراه بود و اعضای تیم نساجی نسبت به نحوه قضاوت داور بازی انتقاداتی را مطرح کردند. حمید فرزانه مربی نساجی در همین رابطه و در خصوص اشتباهات داور با انتقادی تند گفت تا چه زمانی فوتبال ما باید بدون صاحب باشه. ایزد سیف‌الله پور مدیر سرخپوشان هم ضمن انتقاد از نحوه قضاوت مسابقه اعتقاد داشت عدم پخش زنده بازی باعث شد تا مردم مشکلات عدیده داوری در این جدال رو نبینند. صدرنشینی قطعی استقلال بعد از 1713 روز. فرصت طلبی تراکتور از قفلت مدعیان.
در پایان هفته دهم لیگ برتر استقلال موفق شد با برتری 2 گل مقابل آلومینیوم بعد از 1713 روز به طور قطعی به صدر جدول تکیه بزنه. آبی‌های پایتخت بعد از هفته 28 لیگ 15 دیگه صدر جدول رو ندیده بودن، اما حالا اگه همه تیم‌ها بازی‌های عقب افتاده خودشون رو هم با پیروزی پشت سر بذارن، هیچ کدوم به استقلال در صدر نخواهند رسید. آبادانی ها هم این هفته با پیروزی مقابل نفت مسجد سلیمان هم امتیاز با استقلال و تنها به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم ایستادند. تراکتور هم از تساوی سپاهان و پرسپولیس نهایت بهره را برد و با 16 امتیاز به رتبه سوم رسید. پرسپولیس هم با 3 بازی کمتر و 11 امتیاز دهمه. نساجی، زباهن و ماشینسازی هم تغییری در جایگاه خودشون ایجاد نکردند و همچنان قرنشینان لیگ برتر هستند. کریمی رسما لباس عدوهیل رو پوشید. هافک فصل قبل استقلال با عقد قراردادی رسما به عدوهیل قطر پیوست. کریمی در نیم فصلی که برای قطر استی توپ زد، نمایش بسیار خوبی داشت و همین امر موجب شد تا مورد توجه سران باشگاه عدوهیل قطر قرار بگیره، باشگاهی که دقایقی پیش رسما اون رو به خدمت گرفت. به این ترتیب کریمی جایگزین رامین رضایان در ترکیب عدوهیل شد. باشگاه عدوهیل در پیامی ویژه به علی کریمی خوش آمد گفت و پیوستن اون رو به صورت رسمی به این تیم تایید کرد. فردا شب هم مثل امشب دوباره میتونید همین ساعت همراه ما باشید.